سلام عزیزان، فردوس هستم. امروز یه غزل از حافظ و قبلش مثل معمول تنفس و تمرکز و اینکه با تمام وجودمون در لحظه حضور پیدا میکنیم. قبلش پریپریشن انجام میدیم، شمعی روشن میکنیم، عودی روشن میکنیم و آماده ارتباط میشیم. تنفسهای امروز رو یه کمی عمیق‌تر میگیریم، طوری که پایین دنده ها پر از هوا میشه، یعنی تمام ریه رو پر هوا میکنه. صاف میشینیم، سر، گردن، همه در امتداد مهره ها و نفس های عمیق و آرام. و از اینکه یه همچین فرصتی پیش آمد که ما بنشینیم و به نفسمون، به معجزه وجودیمون، به دروازه یا گیتیه که عالم فیزیکالیتی رو به عالم لطیفتر مربوط میکنه رو داریم باهاش کار میکنیم. بنابراین دمای عمیق بگیرید و قشنگ ریه رو پر کنید، لبخند داشته باشید، رضایت، خوشحالی از اینکه این فرصت داده شده که با هم باشیم و نفس بکشیم. تا حالا کسی نمیگفت که بیا با هم امروز بیا خونمون با هم نفس بکشیم. معمولا میرفتیم برای همه کاری غیر از این کار. نفس ها رو عمیق آرام بگیرید و با نفس آرامش رو به وجودتون دعوت کنید. نفس هاتون آهنگین و هماهنگ باشه. نفس ها بین دم و بازدم بالانس داشته باشه. اینی که میگم نفس عمیق بگیرید به این معنی نیست که به خودتون سخت بگیرید. نه، همون نفستونه، منتها یک کمی دیپتر، یک کم، و بعد بازدم، دوباره دم، دوباره بازدم، و بعد از بالای سر آرامش رو تو وجودتون پخش کنید، توی بدنتون. از همه جا اولش مهمتر اینه که حس کنید شقیقه هاتون آزاد و راحته، آرواره راحته و ریلکس، گردن یه موج آرامشی همراه با نفس، مثل یک انرژی آرامشی از بالای سر وارد میشه و خود به خود با توجه شما این موج آرامش توی بدنتون یک هارمونی و هماهنگی و تعادل و زیبایی برقرار میکنه. یه لبخند آرامی روی لبتون باشه و همینجوری این موج آرامش رو تا پایین پاتون ببرید. ریلکس و آرامید و آماده شنیدن خرد، زمزمه خرد بزرگان. امروز غزلی که انتخاب شده شماره 355. یه جورایی دیدم خیلی با این حال هوای این روزهام میخونه. حالیا مصلحت وقت
در آن می‌بینم، حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم، جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم، یعنی از اهل جهان پاک دلی برگیرم، جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم، یعنی از اهل جهان پاک دلی بگزینم، یا پاک دلی بگزینم. اون پاک دل بعدن معنیشو با هم در میاد. جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم، تا حریفان دغا را به جهان کم بینم. سر به آزادگی از خلق برارم چون سرو، گردهد دست که دامن ز جهان در چینم. بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح، شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم. سینه تنگ من و بار غم او هیهات، مرد این بار گران نیست دل مسکینم. من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر، این متاعم که همی بینی و کمتر زینم. بنده آصف عهدم، دلم از راه مبر. بنده آصف عهدم، دلم از راه مبر، که اگر دم زنم از چرخ بخواهد کینم. بر دلم گرد ستم هاست، خدایا مپسند. بر دلم گرد ستم هاست، خدایا مپسند، که مکدر شود آینه مهرآیینم. یه کمی توی این غزل غوطه‌ور بشید، لذت ببرید از بند بندش، ببینید کدوم قسمتش با شما حرف زد. آیا کل غزل با شما چه کرد؟ بدون این که اصلا بخواید راجع بهش فکر کنید، میخواستم این هفته ازتون خواهش کنم که وقتی دارید گوش میدید اول، فقط گوش بدید، مثل این که یه دری رو باز میکنن و یک رایحه زیبایی به طرف شما میاد و فقط شما مست اون لحظه بشید. و بعد اگر همیشه حافظ دم دستتون باشه، غزلشو بیارید بعدش خودتون بخونید، یا دوباره این نوار رو بذارید و مرتب گوش بدید، ببینید حستون بعد از شنیدن این غزل چیه. به معنیش هنوز کار نداشته باشید، ببینید چه حسی در شما بیدار کرد، چی داره میگه.
اگر بیت اولشو بخوایم، حالیا مصلحت وقت در آن میبینم که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم. میخانه کجاست؟ میخانه چه جور جاییه؟ وقتی میریم میخانه چه اتفاقی میفته؟ توی میخانه چه چیزی به ما میدن؟ چرا شرایط این روزها رو، به خصوص به این روزهای ما هم خیلی میخونه، ولی مثل که همیشه همین بوده، چرا مصلحت میبینه که از شرایط فعلی جدا بشیم؟ شرایط فعلی در زمان حافظ با زمان ما فرق میکرده، ولی یه چیزیش مشترک بوده، به خصوص این زمان ما کاملا از اصلمون جدا افتاده. حالمون خوب نیست، دلهوره داریم، استرس داریم، بیماری روانمون راحت نیست، در نتیجه جسم داره تقاص اون رو پس میده و اگر بخوایم جسم رو درست کنیم باید روانمون رو درست کنیم. چرا میگه که الان مصلحت وقت؟ بنابراین سخت بود، الان هم سخت هست، باید شاید چه کار باید بکنیم؟ از این دنیایی که توش هستیم باید برگردیم، بیشتر از اون که توجهمون به بیرون باشه باید بیایم درون. فکر میکنید میخانه در درونه یا همین بارهاییه که همه میرن و از اون می میخوره؟ آیا این می اون میه؟ خودش در خط بعدی میگه جام می گیرم و از اهل ریا دور شدم. زیاد بوی آشنایی و مهربانی توی این زندگی، توی این دنیایی به خصوص الان ما نمیاد. الان خیلی درگیر دوگانگی و جدایی شده. میگه بریم میخانه شاید و جام می بگیریم و دور بشیم از اهل ریا، یعنی از اهل جهان پاک دلی بگزینم، یا اینکه پاک دلی رو انتخاب کنم و در نتیجه این رو پاک و تمیز نگه دارم، یا اینکه اون جام میه که پاک دلی میاره. نمیدونم، جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم، تا حریفان دغا یعنی درو متقلب رو به جهان کم ببینم. چجوری میتونم کم ببینم؟ اولش گفت کجا برم؟ سر به آزادگی از خلق برارم چون سر، گرده دست که دامن ز جهان برچینم. امین داستانه، شاید داستان قطره و دریا رو داره میگه که مرتب این قطره باید بره به طرف این دریا و با این دریا یکی بشه و بعد دوباره برگرده تو قطره ای و این زندگی رو تجربه کنه. شاید بعد سینه تنگ من و بار غم او، هیهات. چی داره میگه؟ بار غم چیه؟ بار غم همین زندگی فیزیکیه که مادی اینجوری شد، فلانی این کارو کرد، این مشکل پیش اومد، الان هم که کووید 19ه و بعد معلوم نیست بعدش چی میخواد بشه. اینو میگه یا اینکه چیز دیگه ای داره میگه؟
سینه تنگ من و بار غم اون هیهات. چرا میگه مرد این بار گران نیست دل مسکینم؟ چرا میگه؟ چیو داره میگه؟ راجب چی حرف میزنه؟ راجب این زندگی داره میگه یا داره راجب جدایی من از اصل خودم؟ و وقتی که این باورم شد که من سپریت هستم از عزیزان و از دوروری ها و از جامعه و از زندگی و سپریت دو جدا هم منم، everything is me، همه چی راجع به منه، اگر چیزی هم میخوام به دست بیارم به برای من باشه، فایدش به من برسه، به من کمک بشه، به من از سرویس و خدمت و کمک به دیگران، خود رو خرج دیگران کردن خبری نیست. اینو داره میگه که مرد این بار گران نیست. وقتی شاید داره اینو میگه که واقعا این جدایی اتفاق نیفتاده و من بهتره که دوباره برگردم به اصل و قطره زندگی کنم، ولی مرتب برم و خودم رو با اقیانوس در هر لحظه‌ای که میتونم با awareness، نه اینکه بشینم مدیتیت کنم، مدیتیت عالیه، ولی تو همه چیز اگه آگاه باشم که حتی دارم با دوستی حرف میزنم، غذایی دارم میخورم، به نواری دارم گوش میدم، خدمت دارم میکنم، ببینم من چقدر برای خدمت به دیگران for good of all دارم کار میکنم. اگر یک قدم for good of all برای خدمت به بقیه، برای کل هستی دارم چی کار میکنم، یک قدم بردارم. من اینو تجربه کردم، از اون طرف باران رحمت. من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر، این متاعم که همی بینی و کم تر زینم، بهتره که با اصلم یکی باشم و اونی که هستم همونو نشون بدم. و بعد بر دلم گرد ستم هاست، خدایا مپسند که مکدر شود آینه مهرآیینم. این اگر غبار بگیره و این آینه رو تاریک کنه، مکدر بشه، به خدا، به سورس میگه نپسند که این اتفاق بیفته. ولی من به یک مژده بیشتری هم تازه باور دارم که وقتی میرم میخانه، به میخانه وارد میشم و می مینوشم، می هستی ازلی و ابدی رو مینوشم، گرد ستم ها پاک میشه و آینم دیگر مکدر نیست. شاید اینه. چیزی به نظرتون میرسه، خواهش میکنم اون پایین بنویسید. خدا نگهدار.